خب اینم از قرار ملاقات های هفته آینده ای آقای جابری. مو به مو همه رو نوشته. سایه تو جدا خجالت نمیکشی؟ نه، برای چی باید خجالت بکشم؟ اینکه اینقدر لوس و نونور و چاپلوسی. من هیچم لوس و نونور و چاپلوس نیستم. من فقط کارم و حرفه‌ای انجام میدم. شما هم پاشو برو چاییتی بیار. نمیخواد به من کار یاد بدی. اه 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 با این چای کار کردنت. به این جابریه روبدی یا صبح تا شب ازت کار میکشه. گفتم که نمیخواد شما به من کار بدی. شما برو چاییت وردر بیار. چایی نداریم. نداریم؟ نه خیر. برای چی نداریم؟ دم نکشیده. اگه دم نکشیده پس برای چی خودت داری چایی میخوری؟ به تو چه مربوطه؟ یعنی چی به من چه مربوطه؟ یعنی اینکه چایی نداریم. خیلی خوب، من با آقای ددی میگم. این فضولی ها واسه من نکنه. من الان میرم یه چرت بزنم. گوش دادی؟ سر صدا نمی کنی. جابری هم اومد تیز بیا منو صدا کن. بله. همینش مونده بود. ببینم شما دوتا تا حالا کجا بودید این وقت اومدی؟ حرف نزن بابا. این وقت اومدن اداره است؟ این چتربازا رو بعد بزنم از اینا رو بعد همه رو بکشی. من دیرو رکورد اینو حالا رکورد نشونت میدم. آقای اردل، آقای شادبام، این کامپیوتر برای اداره است. برای بازی نیست. بابا بابا. آقا این طلای انفجاری رو بعد جد کنیم اگه نمی‌سوزه. الو سلام علیکم. آقا چاکو خواسی. آقا ما این آنتن تلویزیون مشکل پیدا کرده. زحمت چه می‌کشی بیای؟ برو برو برو. آره بله بله هستم من. پس بعد از اون تشریف بیای. این کامپیوتر مال بازی نیست، بازی نکن. برو برو. الو الو شادبام، تلفن مال کارهای ضروری اداره است، نه برای صحبت کردن. من الان منتظر تلفن ضروری ام. سلام بله. خوبی؟ من الان منتظر تلفن ضروری ام. من جون با زحمت های ما. برو برو برو. دست گیر نکنی. اون کباب دنبه که ما دادی خیلی عالی بود. آقا تشریف بیارید منزل ما. نه به جون تو. نه خوشحال میشم. آقا شادبام تلفن رو زود قطع کن. من منتظر تلفنم. حرف منتظره. آره. برو. منتظر چی؟ من منتظر یه تلفنم. منتظره که دوستاش زنگ بزنه دستور پخت قرمه سبزی رو بشه. هیچم خنده نداره، همچین چیزی نیست. من منتظر یه تلفن نماینده شرکتم که قرار ملاقاتش با آقای جابری مشخص کنه. برو برو برو. واقعا منشی حسابگر و دقیق و خیلی حرفه‌ایه. تو خجالت نمیکشی؟ برای چی باید خجالت بکشی؟ اینقدر چاپلوسی. نه خیر، من چاپلوس نیستم. من کارمو حرفه‌ای انجام میدم. اصلا من احتیاج به چاپلوسی ندارم. برو برو. این چه اصلا من چه مسلسل کدومه؟ اینه. مسلسل برو. اینو بزنید. دست نزن، خودم میدونم. آقای اردل، آقای شادبان، بله. اون کامپیوتر ول کنید. کامپیوتر مال بازی نیست. چی میگی؟ بله. گفتی شصبار اینو. من اصلا نیازی ندارم. من برای چی باید منت این آقای جابری رو بکشم؟ یه آدم چاق گنده خپل پولدار. اصلا کسی هست اصلا عددی من بخوام برای این منت کشی کنم، بخوام چاپلوسی کنم براش؟ اصلا آقای جابری عددیه. هیچم همچین چیزی نیست. فهمیدی؟ اصلا چرا باید من این کارو بکنم؟ من خودم دارم کار میکنم، زحمت میکشم، پول در میارم، حرفی هم دارم کار میکنم. اصلا نیازی ندارم یه آدم پولدار و گنده چاق سیبیل گنده بیرون اینجوری هم صحبت میکنید. بله. شما راجع به کدوم جابری صحبت میکردی سایه جان؟ ددی جان، مگه به جز شما آقای جابری دیگه هم هست؟ آقای ددی، من راجع به یه آقای جابری هست، میشناسمش. راجع به اون صحبت میکردم آقای ددی. آها. بله. بیرون. بله. خیلی محترمانه به شما میگم برو گم شو بیرون. آقای ددی شما متوجه نه نگاه کن دیگه، خیلی محترمانه گفتم برو گم شو. داد منو در نصب کن. بیا. اینم حکم اخراج شما، میبری امور اداری طبقه بالا تحویل میدی، گورتا گم میکنی. آقای ددی اخراج محترمانه. برو گم شو بیرون دیگه، میخوای داد بزنم سرت. آخه آقای ددی من برای چی؟ برو بیرون. چشم. نمک نشناس گنده سویل. میگم از شرش راحت شدیم. آره واقعا کسی نیستی که جاسوسی مونی بکنی. چه خبره؟ چیه؟ کارتونه بکنی. شرش نمیم. اردل واقعا اخراجش کردی؟ بله با لگد. اخراج واقعی؟ اخراج الکی هم مگه داریم؟ خب اخراج واقعی دیگه. آخه
این آقای ساعت؟ تفلکی آقای ساعت؟ تو به اون میگی تفلکی؟ تو نمیشناسی ساعت و هنو؟ اردن گناه داره آقای ساعت. گناه داره؟ اون گناه داره؟ آدم لوس زیراب زن چاپلوس گناه داره؟ معلومه که گناه داره اردن. الان اون تفلک آقای ساعت داره تو فقر و فلاکت همکار قدیمیتون زندگی میکنه. باز شروع کرد. دلت برای همچی آدمی نسوزه. تازه به من چه؟ ددی خودتیشون رو اخراج کرد. اصلا پای ددی من اینجا به وسط نکش. خب به خاطر اینکه شماها اصلا دل پروانه ای ندارید. شماها چیزی در مورد رمانتیسیسم نمیدونید و هیچ چیزی راجع به این چیزا نمیدونید. اون الان داره میمیره تفلک آقای ساعه. منیجه؟ بله. باز داری بد بازی میکنی ها؟ بله. الان به من گفتی دارم بد بازی میکنم اردن. بد بازی میکنی؟ لوس میکنی خودتو به خود دیگه. اردن تو چینی ویری اوسه چینی برا بیرا. خب چرا همچی میکنی؟ خب یه ذره انتقاد پذیر باش. باش بابا تو اینجا چی کار میکنی؟ هر رو پرت میشم اینم پرت میشم بیرون. خب بس که این خانوما جمعه انتقاد ندارن دیگه. بهش دارم میگه من هرچی میگم تو میگی چی؟ عصبم خود کردیم. میگم یه چیزایی رو متوجه نمیشن. هی میگم این ساعت حقش بود و به نظرش بیرون متوجه نمیشه. بازیش هم خیلی خوب نیست. بازیش بدم بازی میکنن. حالا میگم ولش کن. یعنی آدم تو راه رو بخوابه بهتر از این که منت خانوماشو بکشه. دقیقا درست میگه. آره واقعا. بشین بخون بینیم بابا. برو پایین بگی من. چمنو این چرت و پرت برای چی میگی؟ اولشه همونو بخونی اولشه ایزا میگه چمنو گل ای بی وفای بی وفای دل من از کسی دارون شده. چقدر من گشنمی. آره منم همینطور. بگم حالا چه عجله یه برای اداره. حالا که کسی تو اداره نیستی به آقای جابری گزارش بده ها؟ راست میگی ها؟ آره. چه کنیم حالا؟ ببین الان هم من گشنمی هم تو گشنتی. میگم بریم مغازه آقای پیروز یه شیکاکو و کیک بزنیم. وای بریم؟ برو بریم. بامشا ها؟ این یارو کیه؟ نمیدونم کی. نمیدونم کی میتونه باشه. میگم این یارو کیه؟ چه میدونم؟ صبح که اومدم دیدم اینجاست. کلیدم داشت. خب نپرسیدی کیه؟ همینجوری هر کی سرش رو میذاره پایین میاد تو اداره میشینم اونجا. پرسیدم. بهم گفت مگه تو آبدارچی نیستی؟ با آبدارچی چه مربوطه که من کیم اینا؟ یعنی نمیشه خب ازش میپرسیدی کیه؟ بله همینجوری که نمیشه سرش میذاری بیا تو بعد بگ. با یه جوری جوابمو داد که فکر کردم آدم حسابیه. گفتم بهش گیر ندم. من الان تاتوشو در میارم. بار بابا اینجایی کسی رو نمیکنم. اینجا من میگم. های نه چیز. آقا. مامانی؟ نه با ایشونم. آقا. زد چنده. بمیر بابا تو که نمیتونی که پچه همچی. من خودم سوال میکنم. یه جوری با من ترسیدم. خیلی خوب من. آقا با منید؟ شما با... کاری دارید؟ من کاری دارم اینجا. به کارتون ادامه بدین. شما از من دارید سوال میکنید. ب... نه نه منظورم اینه که شما اینجا چی کار دارید؟ باید به شما جواب بدم.
باید که نه حالا پس کارتون انجام بده. بله اصلا لازمه نیست که من به شما توضیح بله 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 برده غلط نکنم بازرسه بازرس باز نکنی از ممنچولبا اومده ممنچولبا؟ آره کجا میشه؟ مرکز نهادینه‌سازی و چالش‌ها و امور بهینه‌سازی مرکزی با بیچاره شدی کارتون سلام 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 علیکم بفرمایید آقایون معرفی میکنم جناب آقای وکیلی منشی جدید شرکت من دیروز با یکی از دوستانم که شرکت بزرگی داره صحبت کردم ایشون هم لطف کردن منشی مخصوص خودشون برای ما فرستادن خواهش میکنم جناب آقای جابری بنده فقط وظیفه‌مو دارم انجام میدم خواهش میکنم کم و کسری چه خبر آقای وکیلی خبر جناب آقای جابری یک سوال کوچیکی داشتم خدمتتون این شرکت تا دیروز منشی هم داشته؟ بله تا همین دیروز منشی داشته ولی هیچی سر جای خودش نیست نه قرار ملاقاتامون نه دفتر تلفنی که بشه بهش مراجعه بکرد هیچی به هیچی همه چی به هم ریخته است قربان خب جناب آقای وکیلی ما شما رو برای همین آوردیم که به اینها سر و سامان داده بشه بله بله منم وظیفه‌مو انجام میدم در خدمتتون هستم گوش کنه ببینید چی میگم من یک دو روز باید برم شمال اونجا میخوام ببینم که میشه بندر تجاری راه انداخت یا نه نه یا برگردم ببینم که همه اینجا به هم ریخته چشم و کوفت وقت چشم میگین که من تن من بیشتر میلرزه ببینید آقای وکیلی اگه کاری داره تو این مدت باش همکاری کنین چیزی لازم داره براش فراهم کنین شما مواظبشون باشه کاری چیزی نکنن اگه کاری کردن به بنده گزارش بدین جمع باشه گزارش بفرمایید پس این یارو منشیه یه جوری قیافه گرفته بود فکر کردم بازرسه حال شما چطور آقای وکیلی؟ خیلی ممنون خواهش من میگم زیاد خودت اذیت نکن آقای وکیلی این آقای جابری که اینجا نیست زیاد نمیخواد کار کنی ها. یعنی منظورش اینه که وقتی ددی اینجا نیست اینجا یه ذره همچی حالی و هولی ولی من اینجا پول میگیرم که کار کنم بابا بیخیه خب بله خب ما هم پول میگیریم کار کنیم آره خب ولی منظورم اینه که وقتی های جابری نیستن شما کارم نکردی نکردی خیلی ما به ایشون نمیگیم هیچ من اینطوری راحتم شما هم اگر کاری ندارید اجازه بدین دیگرون به کارشون برسن حرف میزنید حواسم پرت میشه بله میگم چی آدم مزخرف گندی حالا فکر کرده که مثلا چه خبره حالا تلفن شما اینجا منشی هستین؟ نه من برمیدارم شرکت منچولبا بفرمید بله شما نباید بپرسید من کی هستم من باید بپرسم شما کی هستین خواهش میکنم خانومه از کجا تماس میگیرین؟ خانومه مجده گوشی چند لحظه؟ آقای پنفر کدومتون هست؟ منم عیادمه گوشی بده گوشی رو بردارید لطفا بله بله گوشی حضورتون الو سلام ایوال خوبی؟ نه بابا این یارو منشی جدیده از فکر کردی مثلا رئیس یک قیافه میاد آره بابا حالا من حقشو میزنم کمی دستیش حالشو میگیرم چی؟ حقمونه؟ دخه سایدم آدم مزخرفی بود ببین الو الو حضورتون عرض کنم که دستگاه روی این تلفن نصب شده که تلفن‌های خصوصی بیش از یک دقیقه ممنوعه خب عزیزم شاید کار ضروری داشته باشی به من مربوط نیست اینجا محل کاره کارتون رو ادامه بدین مشکلی دارید ناراحتین با آقای جابری مطرح کنید تلفن من نصف کارمون با ایاله میگید من چیکار کنم مون که مون موبایل داری؟ موبایلتون تو بله 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 بعد از گوله میشم اینقدر بودی مشتی کن صفت من الان حل میکن
فشارم هی بالا پایین. آقا جان گوش کن یه دقیقه، منو کباب درست میکنی؟ آقا جان گوش کن من یه دقیقه، اگه ما هی خواستیم از در رفاقت با شما اینجا در بیام، شما مثل که حالیت نیست، اگه فکر کردی اینجا خبریه و از این کارا میتونی بکنی کور خوندی. دقیقا منو تهدید میکنید؟ هرجوری که خودت حساب میکنی. گزارش میدم به آقای جابری. آره گزارش بده. بگم که با هم شیکم بلش کن، اصلا صورتش شما نداره، بلش کن بشین ضرب و جهر. بله این هم گزارش. ببین منو این رو هم گزارش میکنم به آقای جابری. خنک شدم خیلی، منم خالی شدم. کار تو بکن، بلش کن. بابا دست درد نکنم. نوشه جان اردل، نوشه جان، میگم اردل، از این آقای ساعد چه خبر؟ هیچ، پاشته رفته مغازه پیردوست، اونجا کار میکنه. آخه یعنی دیگه منشی نداره اداره اون وقت؟ چرا؟ زدی جان شما یه هیولا برداشته آورده نشونده اونجا. اردل خودش هم رفته سفر. اردل بله دادی من هیولا از کجا آورده اون وقت؟ منیجه وقتی من میگم هیولا، منظورم خود هیولای واقعی که نیست که، یه آقایی بسیار بد اخلاق و جدیه، خیلی هم فضوله. تکون میخوریم زنگ میزنه به ددی میگه. میگه به کسی نگی، منو بامشاد و ابی یه نقشه ریختیم از اداره همچی پرتش کنیم بیرون با لگد. بیجا میکنی؟ خیلی بیجا میکنین شما. بله تو منه بابا، تو منه بابا، ایا او بدبخت به او شغلش نیاز داشته باشه چی؟ خلاهات محتاج بیدن. اصلا مایا اون منچیل با هیچ صاحب نره پا ددی من اونجا شکاره که تو بام شد نمخواه برنسی بیرو برا خودو. بر بر نگاه بکنه منه او سالا نیشت برا شی باشه نیشت. منیجه میگم تو وقتی اینجوری حرف میزنی خیلی خنده دار میشی. تو باز دوباره اینجا چی گفتی دوباره پرتت کرد بیرون؟ هیچی بابا، قضیه وکیلی و نقش و این چیزا رو برای ایولم تعریف کرده، بعد تعجب کرد. تعجب که کرد، خیلی قیافش خندیدار شد. بهش گفتم چرا چشات اینجوری میشه وقتی تعجب میکنی؟ مثل که زیاد خوشش نیومد. ولش کن، حالا اینجوری میتونیم بیشتر راجب نقشمون، راجب جزئیات نقشمون بیشتر صحبت کنیم. آره ببین من چند تا چیزای نقشای دیگه با مزه‌ای دارم. بگم بله عوضش کردی؟ بله اون چای قبلی رو ریختم دور، دو مرتبه دم کردم. این که چای جوشیده است که. نه اون تازه دمه. تازه دمه، یعنی من فرق چای جوشیده با تازه دم رو نمیدونم دیگه. ببخشید آقای وکیلی، این آقای بی ما به بلدی هنوز چای دم کنه. حالا چای شما نه... کاری که بهتون گفتم انجام دادین؟ لیست آماده شد؟ کدوم لیست؟ لیست اجناسی که قرار بود بره برای انبار. آها بله بله آماده شد. بله تمام روز که وقت نداریم که. بله بله چشم، شما تشریف ببرید این چای رو عوضش کنید بیاد. ای بابا شما حرفی زدین؟ نه با شما نبودم. سلام آقای جابری، روز شما بخیر. به همچنین آقای جابری، با شرکت فراگستر رایانه من هماهنگ کردم لیست اجناسی رو که باید براشون بفرستیمم تا بعد از ظهر حاضر میشه. حضور شما عرض بکنم که برای چهارشنبه برای شما بعد برای شما قرار گذاشتم. صبح هم رفتم منزلتون گلدونا رو آب دادم. آقای بامشاد و اردل خان هم 45 دقیقه دیر اومدن. بله بله شما امری ندارین؟ متشکرم، خواهش میکنم، حتما خواهش میکنم. میگم اردل جان. بله به نظر من چغلی و جاسوسی خیلی کار زشتیه. بله بله اونم توی محیط فرهنگی و مهمی مثل منچولبا. واقعا چه آدمایی پیدا میشن واقعا. آقا ابی
این چای چی شد پس؟ بله بفرم. باز هم جوشیده است. بوی چای جوشیده میده. با تازه دمه. آقا بی شما تشریف میبرید این چایی ها رو میریزید دور. قوری و کتریتون هم عوض میکنید. قوری و کتری عوض میشه. تا 10 دقیقه دیگه چای تازه دم رو میز من باشه. تو برای چی به حرف این گوش میکنی آخه؟ بابا این یارو خیلی خطریه. یه جوری حرف میزنه آدم ازش میترسه. آره بعد یه فکر اساسی کرد. میدونی این اینجا بمونه بیچاره این بعد یه کاری کنه. من یه فکری دارم. گوش کن. وکیلی ببخشید این لیست اجناس انبار رو میخواستم. اینه؟ بله میتونید ببینید همش توی بچ بفرم. آقا انقدر اون کالاهای ترخیص شده هم لیستش رو باید حتما تو صورت من سرفه کنید. دستو بگیر جلو دهنه. دستم بند آخه. نمیتونم. میخوای شما دستو بگیر جلو دهنه من؟ بفرمایید. عدل جان لیست اجناس ترخیصی رو لطفا. عدل جان دکتر نرفتی مگه تو؟ بله؟ دکتر نرفتی؟ آقا لیست انبارهای خیلی ممنون. بفرش دکتر چرا رفتم چطور؟ هر ببین 10 تا دکتر رفتم از دیروز تا حالا. ایزا بیدونه حرف میزن 10 تا دکتر من از دیروز تا حالا رفتم. همشون متفقون قول گفتن که همون شما سل داری. شما سل دارین آقا؟ آقا بفرمایین کنار. سل خیلی بیماری خطرناکه. بله میگن تا 90% که در جا میکشه. بعد به شدت هم مصریه. آقا اینقدر صورت من صفر نکن بفرمایید. چقدر کت آقای وکیلی زیباست. مصری خیلی بده. آقا زیباست نمیخوام ببینید. بعد دوری کنی بعد حواست باشه کسی نگیره ازت. آره سل داره. گفت سل داری به شدت مصریه. یعنی از فاصله 20 متری تو سرفه به کسی بکنی در جا یا رو گرفته. در جا گرفتی. آره. بفرمایید. چایی آوردم خدمت. این چیه؟ این چاییه؟ حالا تو این اداره به این میگیم چایی. حالا برای من شیرین زبونی میکنی؟ این چرا رنگ نداره؟ تو روزی چند بار لیوانا رو میشوری؟ برو عوضش کن. مطمئنی؟ بابا پر لک و پک میگم برو عوضش کن. میگم برو. وای دیدی؟ آره قیافش اونجوری شد دوباره. آره چشماش به دوباره تاب ورداشت. بام شد. وای 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 وای. میگم میگم دلم برای این طفلی این وکیلیه میسوزه. آره واقعا چون روز دومه که اینجا کار میکنه. آره بابا گناه داره. جوونم هست. چی میگید شماها؟ نه نه چیز مهمی نیست. هیچی چیزی میگید اخه. اصلا مهم هست ولی از دست ما کاری برنمیاد. بله بابا یه خود واضح حرف بزنید منم بفهمم. بذار بهش بگیم بام شد گناه داره. ها؟ آره بگم بگو تو مکرم. راستش میخواستم یه توصیه‌ای بهتون بکنیم آقای وکیلی. بفرد. زیاد به پر و پای این ابی نپیچ. آره یعنی زیاد ببینید باش کل کل نکنید گیر ندید. آره گیر ندم یعنی چی؟ آب دار چی باید کارشو بکنه؟ باید کارش هم درست انجام بده. این فرمایش شما متینه. منتها ما اینه که گفتیم به خاطر خودتون گفتیم. حالا کارتون کنه چون واقعا بقیه این شانس رو نداشتن کسی که قبلا اینجا بودن. چه شانسی؟ یه خود توضیح بدین برام. یعنی آقای جابری راجب منشای قبلی این شرکت چیزی به شما نگفتن؟ نه چطور مگه؟ یعنی نگفتن چه عاقبت شومی پیدا کرده؟ نه. نه نه عرض میکنم راستش بر خود ما هم خیلی روشن نیست. آره منتها این شرکت قبل از شما 6 تا منشی داشت خب؟ آره بعد سر هر کدوم از اینا یه بلای شومی اومد که منجر به فوت شد. یکیشون یادیته که
چیز شد تو پیاده رو رفت زیر ماشین. یادته؟ رد ماشین رد شد لیه در... بعد اونو بگو که تو تشت آب خفه شده بود. وای 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 البته آقای وکیلی هنوز خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. چه خطری آخه؟ یه خورده چون اون جمله رو هنوز بهش نگفت. وای نگو، تنم میلرزه. اون جمله شومو نگو بابا. آره اصلا بلش کن، یادمون بره. آقا چه جمله ای؟ یه جمله ای هست ابی جان به طعمه هاش میگه، آخرین جمله ای که به طعمه هاش میگه اینه. وای نگو دادم. وای بذار بگم حالا ببینن میگن که امیدوارم چای آخرتون باشه. این جمله آخرین جمله که ابی به تو به اون مقتولینش گفت. وای من طرف سیک شد. گفته امیدوارم چای آخرتون باشه. کار تو من نگفته. بله. امیدوارم که چای آخرت باشه. چفلی جوان مرگ شد را. طوری شده جناب وکیلی؟ نه نه یه جورایی آقای وکیلی وحشت زده به نظر میاد. خیلی هم خوبم. خب حق داره با امشا جان، منم اگه قرار بود فردا بمیرم حالم همینطوری بود دیگه. بله این کیه؟ سلام علیکم. سلام، روزتون بخیر. نگران شدیم امروز دیر تشریف آوردیم. مگه ایشونو نمیشناسی شما؟ نه والا نگفتم؟ دکی بابا یه چیزی رو همه چیزی که به شما باید بگن، ایشون آقای مظفری بودن. آقا مظفری بود؟ بودن. آره دیگه، متاسفانه پارسال بر اثر یک ثانیه تصادف کردن و فوت کردن. اما به دلیل اینکه به کارشون خیلی علاقه دارن هر روز میان اینجا پشت میزشون. بله یعنی ایشون مرحوم بله شدن دیگه. شبح هست. مگه بله. شما تا حالا شبح ندیدی؟ 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 شبح نه. چه دروغ میگی؟ ندیدم. آقای جابری پس چی بوده؟ آقای جابری که دوست این رئیس قبلی. عزیزم همه چی رو باید برای شما توضیح بده. همه آقای جابری که اینجا شما دیدینش ایشون پارسال فوت کرده. بله بله. یعنی الان بله این بله متاسفانه ایشون از بالای همین ساختمون پرت شدن. پایین. پایین. بله. دیوانه چرا اینجوری کرد؟ راستش نمیدونم جناب جاب، این از صبح همینجوری هی چنگ میندازه و هی داد میزد و هی میلرزید. نمیدونم حمله کرد طرفی من اینجامو گاز بگیره. من زدم دست. نه بابا. بله خیلی وحشی بود. این چیه؟ این ملافه چیه؟ سلام آقای جابری. سلام و زخونده هری، چه ریختیه بر خودت در آوردی؟ تبلرز کردم آقای جابری. داشت بخور میداد. بله تبلرز داره. خب پاشو برو گم شو خونه استراحت کن. اینجا جای بخور دادن ها. چشم. پاشو برو الان همه رو مریض میکنی. چشم. در حالا منشی رو چه کار کنیم؟ اون ساعت خیلی مرد خوبی بود، میخواید اونو بیاری؟ ساعت مرد خوبی بود، اصلا حرفشو نزد. حالا من جان، دادی جان گناه داره. اون الان اون فقیره، الان داره نون خشک میخوره، گناه داره. شاید الان بیچاره کنار خیابون داره تکدیگری میکنه. نه بابا. آره. راست میگی. خواهش. باور کنی. خب اگه اینجوریه که خب برو بیاریم بیچاره را. همونو برداریم بیاریم. چشم میری. باش. جیا میشه بعدن بریم؟ خب پاشید، مگه نمیخواین ساعت بیاره؟ خب بره ساعت برداریم بیارین همین الان. الان یعنی بریم؟ حالا یه دقیقه ده گیره بشیم. کیبورد از این وز قصر رو خود میکنن. کم شو تو چرا نشستی؟ برو تا مریض نکردی برا. خب مصدقا
کولش این سیدی که خواستی بودی رفتم برات خریدم. درد نکنه، خسته که نیستی سای جون. حالا یه کاری بکن. اینا رو ببر بده الان چه جای خونه منتظره. اون بازی ها رو برام روش رایت کنه، بعد بشی همونجا ازش بگی بردا بیا. باشه. خسته که نیستی؟ میخوای با ماشین بری؟ با ماشین میرم. باشه. با ماشین که داری میری برگشتن ماشینو بده کارواش تمیز کنه. صبر کن ببینم، صبر کن ببینم. من این ساعد آوردم میذارم بهش حقوق میدم. تو وقت دارید میرفسی دنبال کارهای شخصی خودت رو. کار شخصی که من ماشین اداره هستین. چی میگی؟ در هر حال فرق نمیکنه. ساعد باز تو مغازه کار کنه. آره قربونش. ساعد جون برو چه میخواد داره بیرون عزیزم. بفرمایید شما. تو مثل این که حرف حساب حالیت نمیشه. ساعت باید تو مغازه کار کنه. تموم شد. ساعت جون نری قضیه ماهیگیری و اینا منتفیه. منتفی. ببین کوروش، من به خودت هم اجازه ماهیگیری نمیدم. تو اون وقت میخوای برداری ساعت دنبال خودت بکشی ببری؟ چرا همچین میکنی دیگه بابا؟ سلام ساعت جون گلمون برات اینقدر زیاد تنگ شده بود. شیرینی‌ها رو بای خامه ای شده. چی شده شما دوتا؟ حالا محبتتون گلی کرده؟ نه بابا، چی همینجا رد میشدیم دیدیم یه هایی دلمون برای ساعت تنگ شد. قیافه هاتون ولی نشان از منت کشی داره. آره 100 سال فکر کردی منت کشی؟ نه خیر، آقای جاوری گفتش که برید بگید ساعت بیاد، من بخشیدمش بره سر کارش. نه خیر، ساعت تو این مغازه کار میکنه، کارگر اینجا. گرفتی چی شد؟ بله باشه، من میام، ولی فقط یه شرطی داره. آقای جاوری باید از من عذرخواهی کنه. دیگه پر رو نشو، را بیافت برو بینیم بابا. پر رو؟ باشه آقای پیردوس، خیلی خوش گذشت. کوروش خداحافظ. آقا صبر کن ببینم، صبر کن ببینم. کارگر ما رو دارن میبرن. کوروش هیچ چیزی بهشون نمیگی؟ معلوم بهشون میگم. یه احتمالی وجود داره ها. خالص زیر ضبط تو که کسی نمینه، ولی اگه ما تمیز کنیم ممکنه بفهمی پشوار روز کجا. نه، ببین باقلی لازم نیست که زیاد بسوزونی. ببین اول یه تفتش بده باقلی رو، پاچه باقلی باشه، بعد میتونی شیبید رو بهش اضافه کنی، یه تفت دیگه بدی، اگه با کره بپزی خیلی خوشمزه، انقدر خوشمزه میشه. آره بعد برنج دودی هم که میدونی، نه تخم مرغش آخر سر بده، چون تخم مرغ زود میپزه. خودمونو چرا میذاری؟ من نزدم داری. حالا باشه فعلا کار نداری. باش خداحافظ. اسمش باقلا قاطو. بله خدا. این تلفن مال کار اداریه، نه مال دستور قضا دادن. میخوای دستور قضا بدی با اون موبایل دستور بده. نمیخواد تو حرف بزنی، به تو چه مربوطه؟ تو پاشو برو چایی تو برده. دیگه بم نداره میکشم. چایی نداری؟ این نگاه داری چایی میخوای؟ من میرم یه چرت بزنم. اگه این جابری اومد تیز بیا خبرم کن. تو که همش یه چرت میزنی یا فقط اینجا چایی بزن. یارو رو بزن. بچه شما هنوز دارید با کامپیوتر بازی میکنی؟ نه نه، داریم معاملات بزرگ تجاری انجام میدیم. من واقعا متاسفم برای این آقای ددی. باید شما دوتا رو اخراج کنه بندازه بیرون، دوتا آدم مسئولیت پذیر ورداره بیاره اینجا بذاره. بزن بابا. بزن بابا کچه. میگه این نبودی جوری ما راحت بودیم. آره بابا باز اومد ریختش اومد. بله من مجبور نبودم قیافه شما رو دو هفته تحمل کنم. زشتا. ما زشتیم؟ بله. ما زشتیم بیریخت. تو به ما بگی زشتا. بله. اصلا میدونی چیه؟ لیاقت شما همون آقای وکیلی. من میرم بیرون، همون آقای وکیلی بیاد با شما کار کنه. میگم حالا میخوای نرو. میگم بامشو. ساعت. بله. میگم حالا میخوای نرو ول کن. آره نرو. حالا که شما اصرار میکنید باشه نمیرم، ولی یادتون باشه شما خودتون منت کشی کردین ها. ما منت کشی کردیم آخه. ما منت کشی کردیم. بب 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 اینجوری هم یه حالی داره ها شرکت. نه یه بار دیگه برو. آقا جون اینه هاش، اینجا براتون نوشتم. شما تا برج 2 20000 تومان، اردل 18000 تومان هم بام شد حسابتون. بله اشتباه میکنی آی پیردوس عزیزم. بله اشتباه میکنی، من 1800 تومانه بله. من 2000 اینا هاش من اینجا یادداشت کردم، این اردل اینم بام شد. گرفتم الان چیه مشکل؟ شما یه صفر اشتباهن اضافه گذاشتی. مال من 2000 تومانه. دقیقاً مال منم همون 1800 تومانی هست. آره من از دست شماها چیکار کنم آخه؟ بامبول دارین در میارین؟
شما این تو دو تا منو دیوونه کردین هستن بابا. هر روز یه بحثات دیگه رو در میارن و درسته دیگه همونه با نوشتی های پی صفر اضافه گوشتی آخه کجا 20000 تا حرف میزنن. حالا روتون زیاده. حالا خب حالا روتون زیاده اومدین خوردین 20000 تومن شیکاگو یه ما تو صحبت نکن کسی با تو صحبت نکرد. آقای اردلخان بنده که نمیام واسه چندر قاز خودمو جلوی محل و کاسبای محل سکه یه پول کنم که بله. شما هم اگه نمیتونین بابا جون تو زندگیتون خودتون رو زندگیتون رو اداره کنین تعطیلش کنین برید دنبال کار دیگه. آقا درست صحبت کن. درست صحبت کن پاتون از جلیبتون درست کنین. گفته باشم اینو. گفته باشیم. ببینید یعنی شما نمیخواین این پولو بدین؟ نه 18000 تومان کجا 1800 کجا؟ آقا حساب یک قرون 2000 نیست قربونت. حساب 18000 تومان پو اختلافه. 20000 تومان اختلاف بازی. آخ قلبم آخ کوروش تا حرف زدی سکته میکنی. اگر احیاناً یک مو از سر بابای من کم بشه با خاک کوچه یکی میشی. بهتون بگم خوش کجا داره خیلی علیه مو هم کم چه سلام. سلام آقای مصطفی قدم بیچه شما گذاشتین خیلی خوش آمدین منور کردین اینجا رو جانم. پیروز به این لیستو جمع بزن پولشو میدم بفرست بیاد درخ میدم. تلویزیون 29 1 چقدر 809 برش کن کلشو بگو کلش بزن بیا پایین دیگه اجازه بده بیا اینا ها این 2,650,000 تومان بیا این 7,000,000 تراوله. آها 6,000,000 درست میگه کوروش 7,000,000 تراوله دست شما درد نکنه 250,000 تومانش هم شیرینی کوروش جان. به به قربانت خدا ممنون. آقا یاد بگیر. این میگن مشتری به این میگن خرید. شما چی میگین آخه؟ بفرمایی نقد اینم پولش. معذرت میخوام این آقا چی کاره؟ این آقا تا پری روز عین من شما بود حتی عمه هم بدتر. حالا برنج فروش درجه یکه تاجر برنجه. آره قرمونه. این چیه؟ بله. چی جا موندی؟ فامیلیش چی بود یارو؟ آقای مصطفی چطور اگه؟ این چیزه در پرینت حساب بانکیشو گرفتن جا گذاش. آره چقدر مبلغ مونده حسابش چقدره؟ این چقدر میشه؟ 6 1 2 3 4 5 6 7 8 نمیتونه بخونه. نگاه کن یه 6 یه 3 18 تا 0 میشه 63,000 کوروش جان بگو شما این آقای مصطفی چی کار است؟ شما برایشون بگو 63 میلیارد نه بابا میلیارد که میشه 9 تا صفر که 63 630,000 63 بیلبورد نه 63 میلیارد دیگه نه ببین یه 6 یه 3 18 تا 0 میشه 63 میلیون بیلیون چقدر میشه 63 کاسبی مثلا اونا رو ولش کن خودم حساب میکنم بدش به من تریلیون که 16 تا 0 این 18 تا 0 63 میلیون آقا اونو بده به من اونو بده به من شما این آقا تا پارسال قاز میچرم حالا رفته تو کار برنج. آره. بله یوهی وضعش هم همین شد که دیدین و اینم که حساب بانکی شه و خیلی وضع خوب خیلی قبضو میشه یه بار دیگه ببین درست بخونی آقا. خب من میخوام ببینم این 6 و 3 با 18 تا 0 میشه چه؟ بله بریم بابا تو هم هی حالا قبضو کجا میبری آقا؟ قبض آقای مصطفی من میرم ازشون میگیرم. خب پس گفتی این تازه اومده. آره موش ببین این 68,002,000,000,000 نه با بیلیارد منی بیلیارد نه ببین دو بی نمیتونم بخونم 18 تا صفر داره اینا غیر از این 6 و 1 و 4 وای بابا منی میگم اصلا ولش کنیم نه ببین به نظر من اینو اینطوری لوله کن بنداز سطل آشغال مایه عذاب و درد سر آره واقعا چی آدم اعصابش خورد میشه ندونه اصلا چند تومنه به چه درد من تو میخوره نه اون دوتا رو ببین اون دوتا رو ببین الان یک ساعت زل زدن همینجوری هیچی نمیگن آخه بام شد اردی خان چتونه حالا شما دوتا عزا گرفتین اردن چه داد میزنی بابا؟ آخه میخوام بدونم به چی داری فکر میکنی الان؟ دارم به این فکر میکنم که برم واسه خودم یه گوشه‌ای بمیرم. ایوا خدا نکن. ای حالا یه دونه آدم پولدار دیدید حالتون چرا اینقدر بد شده؟ آخه شما نبودید که قیافه یارو رو ببینید. یارو اینقدر بود؟
اینقدر قد، اینقدر عرض، اینقدر عرض، اینقدر قد. یعنی با کیف و کفشش و تمام لباساش و اینا توی تو این شکم ایشون جا میشد. اینقدر. بله تازه که وامیستادن باز جا میشد. ببخشید پیر بودن این آقا. نخیر جوان این دسته گل شاید از منم جوانتر. خب چرا هرس میخوری اردی خان؟ معلومه دیگه یکی از فک و فامیلاشون مرده یه ارسی بهش رسیده مایه‌دار شده. نه بابا پیر دوست میگفت تا همین پارسال تو کوچه خیابون گاز میچرونده. بله ایشون توی اداره کار میکردن. بله خب اون وقت چطوری اینجوری مایه‌دار شده؟ همینه که ما زل زدیم یه گوشه دپرسیم. بله از همین میسوزیم. یک شبه آقا میلیاردر. خب آخه چه جوری یه شبه چه کار کرده؟ ایشون تشریف بردن شمال. آها یه دونه گونی برنج خریدن. خوب آوردن اینجا فروختن. خوب. سود کردن 1000 تومن سود کرد. دوباره تشریف بردن 2 تا گونی خریدن سود کردن. دوباره تشریف بردن 4 تا گونی خریدن سود کردن. همجوری تا آخر الان 6 تا مؤسسه دارن، 7 تا شرکت دارن، 11 تا مغازه دارن. آپارتمانشون اینا ننیا بماند الان دارن ایشون برج میسازن. بله. خب شماها بعد خیلی بمیرم تحصیل کردین اینا. آره بله. از همینه که اون پایه میز و من 600 در میگم گام دپرسم. برای اینکه ما درس خوندیم، دود چراغ خوردیم، پدرمون در اومده، اون وقت بعد بشینیم به تو اداره تو سرمون هم بزنن. ما این 173425 تومن 7000 حقوق قبض بیاد واسه ما. میدونی چیه؟ شما بعد از خداتونم باشه. تازه همه که قرار نیست یه شب خوب پولدار بشن برای خودشون. آره بله دقیقاً. بعد من فکر میکنم اون آقا شانس داره که شما دوتا اونم ندارین. بعد اصلا چرا قصه میخورین؟ پاشین شما هم برید پولدار شید. کی جلوتونه گرفته؟ راست آره. میگه من اصلا ما بخیل نیستیم. ببین اردنیش راوازه جدد درازه برو پولدار. آره پولدار شد. پس شما مشکلی ندارین؟ نه من که دنباری. یعنی ما اگه پولدار شید مشکلی نیستیم؟ بامشا تو یکی که میدونی من اخ خدامه. تو برو با پول بیا. بامشا پاشو بریم. کجا؟ میریم شمال. شبونه میریم شمال. یه گونی برنج میخریم، میایم تهران، میفروشیمش، سود میکنیم. صبحم ساعت 10 داری. شوخی نکن بابا. شوخی ندارم، من دارم میرم. خواستی بیا، نخواستی همینجا بشین، هی عرضت بیشتر شد. یه این که باشت رس موجی؟ میگم چی شد الان؟ هیچی، رفتن مایه دارشن برگرد. آها آخی آقا جون 2 کیلو. یعنی چی به همه 3 کیلو دادی؟ به ما که رسید آسمون تپی؟ 1 کیلو برنج تا این همه کارمن برنج باید بدم قربونت برم. آقا اصلا نداری، اصلا در کیسر ببرن تعطیله. بله؟ نداری. مادر نزایده کسی که واسه من کم فروشی کنه. خیلی خواه اینا، آقا این 3 کیلو. آقا 3 کیلو، اجازه بده. سلام. سلام آقای دادی. چه خبره اینجا؟ سلام علیکم. چه خبره؟ بقالی را انداختی؟ اینا چیه؟ برنجا چیه؟ ترازه چیه؟ از شمال یه سری برنج آوردیم. یه کمی برنج فروشی میکنیم دادی جان. برنج فروشی میکنی؟ توی مشغول باب؟ دیگه زدیم تو کار برنج. تصمیمیه که گرفتیم دادی جان برای این. خب تصمیم اشتباهی گرفتی. مگه شما دو تا دیلمه ارزه ای کارا را داری؟ او از خونه خریدنتون، این هم از برنج خریدنتون. آقا قیمتش مناسبه. تو لازم نکرده که حرف بزنی. آقای دتی، عطر و طعم خوبی داره. من از شما نظر خواستم. نخیر. خب پس خفه شو. چشم. دایی جان ما چیز کردیم؟ یه کمی سود کردیم ولی بد نبوده. نبینم دیگه اینا رو جمع میکنیم میری از فردای بساطه نبینم که قاطی میکنم از سازی ها. جمع کنید همه رو بگم شده. چه آخه دیگه آلوده این کار شده. جمع ولش کن، بحث نکن، اینا رو جمع کن. ولی ری میکنی اینقدر بیرین. مگو حالا هی. خب کردیم. بگم. چی بگی؟ بگم که پولاشو بذاره. بگو. یه دلی جایی پیشنهاد دارم. 100% مطمئنم که خوشتون میاد. چه؟ میگم که شما بیا پولاتونو بدید به ما و هم شریکیم بریم 10-12 تن برنج بگیریم و بزنیم تو کار برنج و پول و
سودو با هم توی بالون میریم. فکر خوبیه. بذار من سهم خودم اول بدم. بذار خودم بودا بداره دم کنه از دلو چشه باید چوشکا. تو برای چی باید اینجا بقل دست من نشستی؟ برگاش به تو آب در خونه. دوازده و سیزده و چهارده و پونزده یعنی اون وقت شما الان همه یه گونی برنج رو فروختی؟ رو یه گونی برنج 15,000 تومان سود کردیم. اصلا با رو زمین نیومد، همون رو هوا خریدنش. برنج نبود که، اون که برنج نبود که. ببین این برنج رو یه ها میکردی پف میکرد اینقدر ری میکرد میشد همچین. خب من میگم جایی که اینجا بشین پاشید برید یه دو سه تا گونی برنج دیگه بگیرید بیاید بفروشید سود کنیم. نه اصلا توی کار ما خورده فروشی و این چیزا ما دیگه خورده فروشی کار نمی کنیم. حالا هی برو دنبال ددی بگو پول بده. من میگم حرف ددی رو نزنین، اما خب بازم از این برنجا داشتن بو او 100 تن یارو تو انبارش از همین داشت 100 تن. ولی من میگم برید یه دو سه تا گونی بگیرید بیارید بفروشید سود میکنیم. ما میگن ما خورده فروشی دیگه نمیکنیم. ما نیست تو این کار استخون خورد کردیم پوز انداختیم دیگه خورده فروشی نمی کنیم. بپرسید چیکار میکنیم؟ همچنین یه جوری میگید انگاری تو شالیزار به دنیا اومدین. خب چیکار میخواییم بکنیم؟ بله. آخه اون آقای مگه خودتون نگفتین که یه گونی میآورده میفروخته؟ در پله پله برمیشه. نگرفتی الان چی شد؟ الان حرف من نگرفتی. الان این برنجی که ما آوردیم تو بازار فروخته شد 2 روز دیگه نایاب دیگه نیست. بله. ما باید کل برنجا رو بخریم از انبار یارو بریزیم تو بازار یوهایی که رو هوا بره. دقیقاً. اگر اون ماشین حساب آتیش کن تا باید دیگم یه من ماست چقدر کر میده. بفرمایید. بزن 1 کیلو. 1 کیلو؟ بذار من توضیح میدم. رو هر کیلو 500 تومن سود کردیم ما. خب. درسته؟ رو این یگونی؟ هر کیلو 500 تومن. با احتساب جنس، مقدار جنسی که یارو اونجا تو انبار داره میشه 500 ضرب در 350,000 کیلو. یعنی 350,000 کیلو رو ما بخریم کیلو 500 تومن سود میکنیم. چقدر میشه؟ 1,700,000. بله؟ نه 175,000,000 تومن. 175,000,000 تومن در 24 ساعت آینده سود ماست. وای چه رمانتیک. گرفتی الان چی شد؟ یعنی الان من کلش به تلفن کو؟ نه نیج 1,0,2,3,4,5,6,7,7. الو سلام علیکم. قربون شما. آقا ما همونیم که اومدیم خدمتون یه گونی برنج خریدیم. بعد شما خوبین؟ بله. عزیزم ما کل برنجای تو انبارتو میخواییم. آره شما کامیونا رو بده بار بزنه بیاره اینجا پای بار چکشو میدم. بله؟ آها. بله. آها. خودتونم تشریف میاری. پس من چکشو پای بار به شما میدم. قربونت برم. پس ما کل موجودی رو منتظریم. خداحافظ. آخه. اینجوریه. آفرین. آوردی نمونه برنج؟ بله. بفرد. دو نوعه برنجتون؟ نه یه نوعه. پس چرا دوتا آوردی؟ همینه. خب ببینم چگیریه برنجش. بچه برنج خوبی هم وکیلو چه این برنج و؟ این برنج این برنج رو ما به شما میدیم 8 کیلو 800 تومن. بله. خب حالا کیلو 700 با ما حساب کن مشتریشیم دیگه. 100 تومن حالا ضرر نمی‌کنی با 100 تومن. نه اصلا هرگز نمیشه. بابا بینم. چی هرگز نمیشه. بار مونده تو گاراژ باید رد کنیم بره برنج. آقا حالا برای گل رو چون تویی همون کیلو 700 تومن. خیلی خوب. آقا کجا هست الان این بار؟ تو کامیونه. منظورشون اینه که کجاست؟ تو گاراژ همین دور و براست. خیلی خب پس بذار من یه زنگ به این شریکم بزنم. بله. یه اوکی بگیرم و تمام. خیلی خوبه. خود آقا سلام. چطوری؟ خوبی؟ ها
حالت خوبه؟ قربونه. آقا برنج واسه من رسیده. برنج خوبی هم هست. تناش بالایه ها. گرفتی چی میگم؟ و کیلو 700 تومن میخوام بخرم، اینو مشتری داری کیلو 900 بره؟ نخیر، کیلو دستمون میمونه ها. یه سری برنج ریختن تو بازار کیلو 300. همه دارن میبرن. عجب. پس کسی از تو نمیخره 900. آه، پس نخرم من. نه، ردش کن. خب باشه باشه باشه. کاری نداری؟ خداحافظ. خداحافظ. آقا ما شرمنده شما شدیم. برنج هم این نمیدونی چیه ها؟ میدونم برنج خوبیه، ولی خب ما الان موجودی نداریم. شریک هم خرید کرده تناش بالا، ما موجودی نداریم دیگه عزیز. این فرق میکن حالا اصلا برای گل روی شما، شما 100 تومن دیگه هم نده، کیلو 600 تومن اصلا. اشانتیون هم بهتون میدیم. اشانتیون برنج خوبی هم بوده، ولی خب این برنج اصلا شما یه بار دم کن ری میکنه میشه اندازه این، نگاه کن میشه دونه اینقدر، هر دونه برنج اینقدر. شما ببر عزیزم، ضرر نمیکنه. خیلی برنج خوبی، بخر. قبول دارم حرفتون، ولی خب ما الان موجودی نداریم. بخر اینو، بخر. خیلی خوب، مرسی آقا. 550 شما باز 50ش هم نده، برو بخر. شرمنده آقا، نمیتونم بخرم. این فهم این برنج خیلی خوبه. بگی آقا جون. آقا برنج نمیخواد اینا رو بخر. حالا من گفتم دست درد نکنه، موجودی نداری. روش ترانه میشه شد. حالا برو بابا. خدا حافظ شما. سریتر آقا. بابا سریتر دیگه، هی رام سریتر. آقا جون، آقا این گونی برنج، گونی سیمان نیست، درست؟ چی هی من میگم سریتر، تو میگی یواش. بابا چی میگی؟ چی میگی؟ خب بعد سریتر بریم آقا، قالشو بکنیم بره پی کارش دیگه. الان حوصله داری؟ الان پیردوس میاد اونجا پدرمونو میزنه در میاره. آقا بودو با راه میره. خونه الان پر از گونی برنج شده. این چه وضعیتیه تو برای من درست کردی؟ تو گفتی 7-8 تا گونیه، اونجا چه خبره؟ خب حالا درست میشه بابا، الان پیردوس میاد چون میبینه من شما. من تو رو درست میکنم. بله. تو فکر نمی کنی اردن اگر مهمون بیاد اردن روی گونیه برنج میشینه؟ تو این هاگیر وگیر فکر مهمونی؟ حالا مهمون کیلو چنده بابا؟ برید خونه هاتون بذارید و کارمونو بکنیم. مهمون حالا. آقا بودو را میره باز. آقا سریتر بیا بیا. بودو آقا جان من، این الان میاد تو. اینا چیه؟ اینا چیه؟ برده نه کجا داریم همیداری میبریم؟ حالا این یارو رو بلشان حالا. اینا خود چیه؟ خیلی خب برنج حالا. برنج اینجا برنج نیستش اینجا که آقا جان من. حالا کونی چهار تا دونه برنج بقل عزیز من. حرفایی میزنی هر لزیون. خونمون اجاره شو داریم میدیم. آقا اجاره شو میدی خونت اینجا دیگه انبار برنج که نیست که دیگه. هر لزیون که خونمون انبار نیست که چهار تا دونه گونی برنجه. حالا گیر داد حرف بزن تا هم هی میگم خاله. خب ببینید آقا جان، نبرین اینجا بچه‌ها. خونمه عزیز من، قربونت برم. خونمه آقا جان من، نمیشه من توی خونه اجازه نمیدم ببرین آقا جان. اینو برش کن. ای وای کوروش، بیا قلبم پدرت رو کشتم. آقا شما بابا آقا جان بیا این ور شما یه ذره. آقا جان اینو بگی این پدرت رو تو من صاحب کن. من اشمار ببین درسته. صبر کن. این 50 تومنو بگی حالا حرفشو نزنم. آقا سریعتر یه ذره. خوبه حالا. این داد میزنه میگه منو کشتن. بعد من میام اینجا داره پول میگیره. تو چوپان دروغویی؟ آقا جون داره. آقا من نیستم والله. داره پول میده دیگه کوروش دیگه. حالا در دیوار زخمی نکنه یواش. خیلی خب بفرما شما. هی خودشو میزنه به سکته ناقص. هی بامشاد، بامشاد. بله. ببین صدای خروپوف جناب علی نمیذاره من بخوابم. بابا رو گونی برنجم نمیذاره آدم آروم بخوابه. بامشاد خروپوف چه ربطی به گونی برنج داره؟ خب ربط داره دیگه ایال دیگه. ببین من سرم وقتی اینجا میذارم این قسمت فشار به قبقب و دیافراگمم میاره و انعکاس صداش خروپوف. بام شدیه چی میگی؟ تو شبایی که رو پرقو هم میخوام این صداهای ناهنجار از خودت در میاری. اگر گیر نده دیگه بابا، بذار یه شب استراحت کنیم. پول دار شدن این سختی هم داره دیگه. حالا فردا که آبشون کردیم همه چی حل دید. امیدوارم، ولی بام شد ما قرار بود یه شبه پول دارشیم. تا الان که
چهار شب گذشته. حالا یه دو شب دیگه هم روز تعمل کن، همه چی حل میشه. باشه بابا شد دیگه خوره پس نکن خواهی. آردا؟ بله. چیه دوباره؟ هی نشستی به این گونی برنجا نگاه میکنه تلیک تلیک اشک میریزه، چیه؟ اردن، خب این گونی های برنج الان شده آینه دق من، برای که اگه اینا رو دستمون بمونه باز بکنیم ما چی کار بکنیم دیگه؟ رو دستمون نمیمونه، اینا رو میفروشیم میره، رو دستمون نمیمونه، بالاخره یه خاکی به سرم میکنم من. نمیخوام، اگه هیچکی اینا نخرید چی؟ اینم همون جمله اولیت شد باز، فرقی نکرد، اینا نمینا، یه کاریش من میکنم نمونه، یه کاریش میکنم، اجازه بدید. ارزن، یه کاریش میکنی که اگه هیچکی نخرید من الان به دلم بد افتاده. خیلی خوب، اینا همه اینا رو میفروشیم، اینا رو میخرن، فوقش اگه 1% کسی نخرید تا آخر عمرمون میشینیم برنج بخوریم با هم. رضا الان من حساب کتاب حواسم پرت میشه. من نمیخوام تا آخر عمرم برنج بخورم. اردن، ما الان چک داریم 175 میلیون و موعدش داره فرا میرسه الان. منیجه؟ بله. موعد چک کیه؟ 3 روز دیگه. ترسوندی ما رو، فکر کردم الانه بابا. خیلی خب، من درست میکنم، حل میکنم. بذار الان من اینو حساب کنم چیکار باید بکنم. نمیخوام، حساب نکن اردل. بله. اصلا خوابم نمیاد. پاشو برو بگی بخواب، بذار من حساب کتاب. منیجه پاشو برو بگی بخواب، بذار من حساب کتابم بکنم. من اصلا خوابم نمیاد. پاشو برو. بیا فردا بریم با ددی صحبت بکنیم. خب بعد بلکه که ددی اینو رو آبشون بکنه برای ما. برو. شب بخیر. حالا هم مونده برم به ددی رو بندازم. من اردل سلطان برنج برم به ددی خورده پا رو بندازم. نه انگار که شما به هیچ وجه خیال آدم شدن ندارین. دیروز که اومدی ساعت 10 اومدی سر کار و او بساط بقالی رو بر من را انداختی، برنج فروشی را انداختی، امروز هم که لنگ زور پا شدی اومدی. حالا چی میخوای از جون من؟ اینجوری عین میرزا قشمشان دارن من نگاه میکنن. چی میخوای از جون من؟ ددی جان، ما یه مشکلی داریم. مشکل که نیست. یک منفعتی هست، میخواستیم یه جورایی شما رو هم شریک کنیم. میدین در حقیقت میخوام که یه توافقنامه بین ما و شما ایجاد بشه. یعنی راستش ما یه مشکلی داریم، شما حلش کنید، وقت ما هم مشکل شما رو حل میکنیم. مشکل من حل کنی؟ خب مشکل شما چیه؟ مشکل من چیه؟ چیه مشکل شما؟ ددی جان، ما یه مقدار زیادی برنج هست در توناژ بالا. خب اینا جا نداریم که جایی ببریم، اینا حیف کف انبار اینا میپوسه. گفتیم که شما برنجا رو برای ما نگه دارین، بعد پس وردا که، یعنی نه نه نه، برنجا رو خودمون یه جوری نگه میده. شو یه چکی داریم، این چک رو شما پاس کنین پولشو. پس وردا که این برنج رفت قیمت بالا، ما اینو میفروشیم، سود میکنیم. 175 میلیون تومن چک، 175 میلیون تومن شما رو میدیم. سود شما خودمون ور. یه جنم بهتون سود. حالا یه درصدی هم از سود به شما. که خیلی خوبه که 150 میلیون منو میدین. 175 میلیون منو میدین ها. و سود شمال شما دیگه. بله. آره دیگه. یه درصدم حالا بلکم هم به شما داد. جفتتون خفشون به کارتون برسید. بله. به کارتون برسید. معامله‌گر شد از اول. نشد. هم شد. میگم فردا موعد چکمونه آخه. فردا. کلتون خیلی قشنگی. میگم یه زنگ بزنیم به خانمامون. من زنگ میزنم به عیالم. یه کاری، فکری.
میگم برنجا رو هر چی هست بفروشه به در و همسایه. آره منم به هیولم میگم فک فامیل زیاد داریم همسایه اینا، هر کی آشنا هست برنجا رو بفروشن بهشون بره. آره خب اگه بتونیم چکرش من الان زنگ میزنم به من اینجا. این مشمشکش کجایه؟ مشمشک داشت اینجا کجا بودش دایی بچه؟ الو منیجه یواش یواش شلو کنی به ایشکی برنج نمیدم آقا. خب منم از صبح تاله اینجا نشستم آقای محترم. آقا برو کنار شوهر منه. سلام بابشان خوبی؟ ممن خلوختی؟ ببین بابش همه رو نفهمن ساکت دارم با شوهرم صحبت میکنم. حرف میزنم با همسرم. بابشان یه 15 کیلو فقط بردم واسه نمونه. یعنی چی بر نمونه؟ مگه آزمایشگاه اینجا پول نگرفتی یعنی؟ نه دیگه بردن شب درست کنم بپزن اگه خوششون اومد تازه فردا بیام بخرن. آره بابا بدبخ شدیم اینجوری حالا چی کار کنیم آخه چه وقت؟ بام شد یه چی میگی خودت میومدی وای میسدی من نه بابام برنج فروش بوده نه مادر خدا بیامرزم. خیلی خواست یا آقای مال شما بوده. آقا تحتیره بفرمایید. یعنی چی؟ بفرمایید آقا اصلا قابل شما رو نداره. بفرمایید. بله بله بفرمایید قابلتون رو نداره. انشالله که هرچی رو خدا بهتون بده. بله بفرمایید خواهش میکنم. اینا پولشو دادن دارن برنج دارن. نه ایدل اینو مستحق اینا برنج میدی بهشون ببرم بخورم. آخه به چند تا گونی تالا دادی؟ حسابش در رفته فکر کنم 40 تایی دادم. 40 تا گونی دادی مستحق همینجوری رفت. ای خدا یه گونی بلن. موفقیت بزرگ، برنجا رو به دو برابر قیمت فروختیم و یک چک گرفتیم. اردن بله بله. میگم که حالا خیلی واجبه که حتما بریم بیرون نهار بخوریم. بله به افتخار این سودی که ما رو برنج کردیم نهاره رو میریم بیرون. بله و به افتخار سلطان برنج دنیا اردن دمسیا کف بزنید. آکه بامسا جان بدون تو که ما چیزی نیستیم که. خواهش میکنم. من و با تکیه بر دوستم و شریکم بامسا میخوایم یک سایتی بزنیم یعنی برنج چی www.berenj.com چی نه ول بعد میخوام کاری کنم تو بازار یعنی هیچکی نتونه که بدون اجازه و هماهنگی با ما در سراسر دنیا یه دونه برنج بره تو حلقه کسی. آفرین. این چک رو شما ملاحظه کن 350 میلیون تومان مک. یه کفه خواهش میکنم. و من با دلگرمی دوست و شریکم اردل تا پایان همین امسال نام مؤسسه و شرکت اردل بام رو روی تک تک برنج ها حک خواهیم کرد. یاله به افتخار بامسا. بله بریم حالا رستوران. یعنی اگه کسی به ده خورده پا بخواد که برنج کار برنج بکنه 2000 تن برنج میریزم تو دریا که قیمته نتکون نخوره. شما داشته باش. حالا بریم یه نهار تر دیگه. زوغ زده نشید بریم. انا همسایا میریزن بیرون انقدر زوغ زده شد. بفرمایید. بله خیلی متشکرم. بله بله این چرخ آقا ماشینتون رو دزدیدن. بله حرکت نکنین چرخ آقا ماشینتون رو دزدیدن. بله چرخ آقا بو. آره آقا جون این کار خودمونه با سه تا چرخ هم حرکت خودمون باز کردیم. اینا رو سه تا چرخ را میره داداش. خیلی ممنون. بفرمایید. خوش آمدید. شکست شدیم چکه برگشت کن. هنو مادر نزاییده مادر نزاییده این بود؟
کلای ما رو برداشتی یا روی مادر نزدی ها؟ خجالت نمیکشی تو؟ ای بی مروبتا اون رفیق رو برداشتی آوردی یارو اینجا چک کشیده با چکر رو بردیم بانک میگن 500 تا تک تومنی تو حسابشه یارو کلا بردار در اومد که حالا چک شما دادیم به اون یارو برنج فروشه که حالا خفت ما رو میگیرن خفمون میکنن که نامرد کلا بردار مشکلی حل نمیشه با این حرفات تو رو خدا نگین تو حرف نزن سرمنشه همه کلا بردارا تویی برای این که اینو دارو دستشو تو معرفی کردی بابا اون بابا کلا خود منم برداشته کلا من سر منم گذاشته پولم خورده رفته آره دفعه چی شما هستن بله وای وای اردن حالا چی میشه اردن من مطمئنم همش تقصیر این اسی کرمچکه چرا نمیری در دست شکایت کنید آخه بابا خودش که برنجا رو هاپولی نکرده اون دوستش هاپولی کرده آره. اونم گذاشته رفته خارج من دستمون بهش نمیرسه آقای بامشه چرا شما متوجه نیستین اونو با هم شریکن اگر شکایت بکنین اون وقت مجبور میشه جای دوستش رو لو بده بابا بله. کلا اونم ورداشته اونم بی تقصیر ضرر کرده بدبخت شده هی میگه اونم داره دروغ میگه این وسط یه دروغ میگه هی میگه دروغ میگه منیجه تلفن رو بردار اگه این یارو برنج فروشه بود بگو ما رفتیم کیش دنبال برنجا میگردیم بردار جا بود بله الو بله بفرمایید خانم پشندی بله خودم هستم بله با آقاتون بگید بیاد پای گوشی ای آقامون نیستن رفتن کیش دنبال برنجا بگردن به من ربطی نداره که چه گوری رفته دنبال چی بگرده فقط از قول من بهشون بگید من اینا رو به این راحتی ها ولشون نمیکنم چه که بیمحل میدن دست مردم اصلا بزن رو آیفون بشنوی من چی میگم بله بله هی اردل بام شد فکر کردی به این راحتی ها ولتون میکنم میدم بچه ها بندازنتون توی گونی ببرتون آقا مؤدب باشین اصلا مگه شوهرای ما سیب زمینی پیازن که بندازینشون تو گونی آره حالا ببین چه جوری میگم بندازن تو گونی ببرن بندازن تو رودخونه شنیدین چی گفتم خدافظ آقا خدافظ بی ادب چی گفتی من بندازم تو گونی من که جا نمیشم خودت جواب بده من دیگه جواب نمیدم بابا من چی بگو خودت بله منزل اردل خان؟ بله بله قربان دوستتون برنج میخواستم اگه میشه یه توکپا بیاین دم در توضیح بدم خدمتون پولتون نقده؟ بله آقا جون نقده آقا بام شدم تشریف بیارن یه لحظه گوشی چی شد؟ برنج؟ الان میام خدمتون یارو دوستتون برنج میخواد دم در پوشن برنج اردل خان شمایید؟ ها؟ اردل خان سلطان برنج پس شما باید بامشاد خان باشید بلی امرتون؟ بله امرتون اگه برای تهیه برنج اومدید باید بهتون میگم که در حال حاضر تموم کردید بله البته میاریم یه چند تونی هست میاریم حالا خدمتتون بله ما برای برنج نیومدیم اینه بچه آدم دوتایتون میاد میری تو گونی ها؟ تو چی؟ تو گونی؟ ما که بابا تو گونی که ما جانه آره برای من گونی بزرگ نیاز دارم شما تشریف بیارید من جاتون میدم جا میدین شما خب بالا پس ازی میدین یه خبری به خانمامون لاقل بدیم نه نمیشه ببینم بابا این گونی که ما جا نمیشه کسی نمیشه این درده برای منه ببخشید گونی بزرگتر برای من نداری نمیشه نریم تو گونی حالا آقای بامشا تو کاری بکن خب اصلا من نگاه من چیکار کنم ماشی جونم دیدی بدبخت شدیم دیدی سرشون رو کردن زیر آب منی تالا زیادی آب بوره نگیر شاید رفتم برنج معامله کنم ماشی جونم اگر رفته بودم برنج معامله کنن که به ما میگفتن نه ببین منیز اصلا تقصیر خودمون شد اون لحظه ای که داشتن میرفتن نباید میذاشتیم از همون اولش شما دوتا چرا قوس کردید؟ مشکلی دارید؟ بله ما آخر ما تو گونی بودیم تو گونی؟ بله ما رو انداختن تو گونی بله واسه چی تو گونی؟ خب حالا میخواستیم پولدار شیم یه شبه نشد دیگه هاو من جونتون هم سنگینه شما بله پشندی و بامشاد پنفر ملاقاتی داریم بله ملاقاتی داریم بله
سلام علیکم. آه جناب سرکار میتونم ببرم اینا رو، مشکل ندارم. بله بله میتونیم ببریم. باشه کنیم شو ببرم اداره. اداره برای چی؟ اداره برای اینکه اونجا یک خورده حسابایی داریم با هم، باید اونجا بشینیم تصویه بکنیم، تا صبح باید به حساب کتاب رسیدگی بکنیم، یا قرارداد جدیدی هم بنویسیم. قرارداد چی؟ من چک شما را پاس کردم. شما تا پایان عمر ننگینتون به من بدهکاری، باید مفت برای من کار بکنید. افتاد الان همین چک 100 بله همین بله همون چک 100 فلان میلیونی. بله بله بشه ببریم. بله بله چشم. بله آقای اینجا جلو اسمت امضا کن. بله چشم. چقدر هست آقای دلی؟ 250,000 تومان. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونه. بیا اینجا رو امضا کن جلو اسمت. چقدر هست قربان؟ 200,000 تومان. دست شما درد نکنه. بله حقوقا رو میبریم. بیا اردل امضا کن جلو اسمت. چقدر این قربان؟ 5,000 تومان. بله 5,000 تومان. 5,000 تومان قربان. بله دادی جان. چرا؟ چرا؟ مثل اینکه یادتون رفته که بدهی داری به من. 175,000,000 تومان چک شما رو من پاس کردم. دادی جان 5,000 تومان میوه هم نمیشه خریدی، حالا یک کاریش بکن. ببخش. بیا تپا حقه چی دیگه؟ دستی در نکنی. امضا کن جلو اسمت. چقدر دیده ایجان؟ 3,000 تومان. اها 3,000 تومان؟ بله. راه نداره 5,000 تومان کنید؟ نه خیر راه نداره. شما تا 12 سال دیگه که همینجوری طی بکنید تازه نصف چکه که من از شما پاس کردم جبران میشه. نصفش. اعتراض دارین حالا؟ نه. شما اعتراض داری؟ نه. بیا. پس برید به کارتون برسی. بیا. بفرما. برحال یه آب باریکه‌ای هست دیگه، خدا رو شکر. آفرین. بله. همون آب باریکه رو بچسبین، میلیاردر شدن پیشکشتون. چشم. آفرین. به کارتون برسی. بله. حالا. کار کنید، کار کنید. کار کنیم. ها تازه 5,000 تومان که من به شما دادم با اضافه کاری بودم. به من 3 تومان. ها کار تو بکن. کار من چولبا بفرمایید. سلام آقای زیجودی، حال شما خوبه؟ بله بله خواهش میکنم. بله آقای جابری تشریف دارم. بله گوشی خواهش میکنم، با شما کار دارم. جابری آقای برو سرت کنن میگم بگو من نیستم. ببخشید من هول شدم. الو سلام، حال شما خوبه آقای زیجودی؟ به 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 من خیلی خوشحال شدم امشب. بله هستم خانم، میتونی تشریف بیاری. بله آه قربان شما، خداحافظ. ابله میگم بگو من نیستم، صاف گوشی رو میده دست من. تقصیر من نبود، شما هولم کرده آقای دهدی. ببخشید. ببند فکتا. حالا امشب که آمدی پیش زیجودی نشستی تا صبح برات فک زد حرف زد حالیت میشه. بله ببخشید. میاد خونه میشینه تا صبح تا الا حسابم تو حرف میزنه. بله. ای حرف میزنه. من بله. زیجودی رو میشناسم واقعا، متاسفم این تا صبح همینجوری میخواد واسهتون خاطره تعریف کنه. از ناخوناش هم میجوه آدم چندشش میشه. بله واقعا چه خاطراتی لوسی هم تعریف میکنی. بله. هر کدومو 400 دفعه تکرار میکنی. بله. بس دیگه تو من چول بافی غیبت نکنی. حالا آقای جابری روزنامه امروزه. بله. داشتین در مورد آقای زیجودی صحبت میکردین؟ بله بله. با این سویچ این گوششو میخورن آدم حالش بد میشه. بله. ساکت. آقا ما از این لحظه به بعد پولدار شدیم. پولدار شدیم؟ برای چی؟ واردات سگک کمربند آزاد شد. اینجا نوشتم سگک کمربند. چه ربطی داری به ما؟ ابله دیگه نمیفهمم. تو نمیفهمی چه پولی خوابیده، چقدر خریدار داره این سگک کمربند. اگر ما واردات اینا در دست بگیریم، بازار سگک کمربند دست ما باشه، پول توش خوابیده. آره پول. یعنی اینقدر خوبه؟ همین دیگه، مخ اقتصادی که نداره. اینا من فقط بگم اگر سود بکنیم توش با درصد ناچیزی، هم شما میتونی خونه ویلایی بر خودتون بخری، دو تا ماشین امروش، کل پولم تازه اضافه میاری.
درصدیش که به ما میرسه تازه. اگر شعور داشته باشی خوب کار بکنی. من برم دنبال کارای اینا بگیرم که از دست ما نره. شما هم چیز کن. این ببین که نقدیات من چقدر است، حساب کنی، محاسبه کنی که همه را من لازم دارم. هرچی نقدی است. پولدار میشیم؟ شما از همین لحظه خودتو پولدار حساب کن. آردن، پس لطف بکن همینجوری ما دو تا یونیت دندون پزشکی دیگه بخریم. دو تا؟ شش تا یونیت دندون پزشکی میخریم. اصلا یه متل دندون پزشکی واسط میخرم، دور تا دورشو یونیت بذارن. اصلا تو اتاق انتظار دندون پزشکی یونیت دندون پزشکی بذارن، مردم بشینن رو یونیت منتظرشن نوبتشون چه. وای واقعا رومانتیکه. یعنی تیتی میگی آخه یه اتاقی که توش پورا یونیت دندون پزشکی کجاش رومانتیکه؟ نه ماشی ببین، تو باید دیدگاهت رو عوض بکنی. اگر دید پروانه داشته باشی یونیت هم رومانتیک. بسه بسه نگیه. آخه فکرشو بکنه چند روز دیگه پولدار بشین. چه کار میکنی با پولا؟ میدونی با پولا خونه، ماشین، ویلای شمال، سفر خارج، ویلای شمال. ویلای شمال رو دو بار گفتی. خودم میدونم، ولی که من ویلای شمال خیلی دوست دارم. ببین بامشد، پول که دستت اومد اون سرویسه که با هم دیدیم بریلیان و الماس بود بغل هم دیگه، اونو واسه من بخر. بابا اون چی گردن از بندازی گردنش میشنه. اونش به خودم مربوطه، میخوام بندازم برم خونه نازینه تا بره تو اون چشه کور شدش که پوز اون پلاک انقدیه رو انقدیه واسه من نگه. آره. اما من یه پیشنهادی دارم، حتما یه سفر آفریقا ما باید. آفریقا؟ آفریقا برای چی؟ به خاطر اینکه در آفریقا ما باید آب نبات و پاستیل و اینا ببریم برای اون بچه های بیچه. منید به گرسنه ها نون میدن نه پاستیل. نه بابا، خب ببین اگه تو خودت کوچولو بودی بعدم بهت پاستیل میدادن و نون، تو پاستیل رو انتخاب میکردی؟ نه پاستیل. البته من اگر بودم جفتش یعنی پاستیل لای نون میذاشتم. به راستی بام شد پراید منم یه رینگ اسپورتی بنداز روش. رینگ اسپورت؟ رینگ اسپورت چیه؟ برای یه جانتیات میخرم با یه سی دی چنجه خوب. سی دی چی؟ نه اجازه بدین شما. سی دی چی؟ سی دی چنجه. چنجه؟ سی دی چنجه اون کبابه بام شد. کباب یه نوع چنجه است. خودم اینو میدونم. سی دی چی؟ چنجه. چنجر. میخواستم ره داره آخرش. اینا رو برای این حرف زد. برای باز این دوزار گیره شما رفت بزنم. نه خیلی حرف دیگه رو گفت.